انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، خواهر مجاهد زهرا مریخی در اجتماع بزرگ مجاهدین به مناسبت 52 سالگرد تأسیس سازمان. خب شما صحبت‌های خودتون رو کردین، البته در همین حد محدودی که زمان داشتیم، و کاندیداها هم رأی تمایل خودشون رو به زهرا اعلام کردند، ولی من باید در مورد هر 4 رأی گیری بکنم، مگر اینکه طبق آیین نامه 2/3 آرا یا بیشتر از اون وجود داشته باشه، که در اون صورت دیگه نیازی به رأی گیری از بابت تک به تک کاندیداها نیست. اگر خواهران و برادران با اتمام شور و کفایت مذاکرات موافق هستین، لطفاً قیام کنید. بله، خیلی ممنون، بفرمایید. پس برای رأی‌گیری نهایی آماده میشیم. خواهش میکنم از مسئولین اول قبلی، خواهران فهیمه، شهرزاد، نسرین، مژگان و صدیقه و خواهر سوسن، لطفا بفرمایید تشریف بیارید اینجا. خواهرم بهشته شادرو هم اینجا نیستن، بفرمایید. بله، لطفا بفرمایید. رأی‌گیری نهایی رو انجام میدیم، لطفا همه سر جاتون بنشینید. رأی میگیریم برای مسئول اولی خواهر مجاهد زهرا مریخی برای 2 که البته قابل تمدید هم هست. موافقین لطفا دست بلند کنند. بله، لطفا دستات رو بندازیم. مخالف؟ نه، لطفا بشینید، لطفا بشینید. مخالف؟ بله، مخالف.
نداریم. ممتنع ممتنع هم نداریم. با اتفاق آرا تصویب شد. پایان شور سوم و رأی‌گیری نهایی با کمال شور و شعف انقلابی و به میمنت و مبارکی خواهر مجاهد زهرا مریخی را به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام می‌کنم. تبریک بگم. بر مجاهدین و بر خلق قهرمان ایران مبارک باد. از مسئول اول جدید سازمان دعوت میکنم برای معرفی و تحلیل. لطفا تشریف بیارید اینجا. شما هم خواهش کنم لطفا بیاید اینجا و به ما کمک کنید. شما خودتون کفایت این انجام بدین دیگه. مراسم بتونو خیلی ممنون. ولی شما اگه بیاید خیلی بهتر میشه.
لحظات تکان دهنده و شورانگیزی است.
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. در حضور خواهر مریم عزیز، در حضور شورای مرکزی مجاهدین و برادران مجاهدم، با سوگند به کلام الله مجید و با تعظیم به پرچم ایران و آرم سازمان مجاهدین خلق ایران و با یاد 120 هزار شهید راه آزادی، از جمله 30 هزار زندانی مجاهد و مبارز قتل عام شده، با ادای احترام به سازمان مجاهدین خلق ایران، این سرخترین و خونینترین و در عین حال زیباترین و پر افتخارترین نام در تاریخ ایران که یک دانشگاه بزرگ از مناسبات پیشرفته انسانی و جامعه‌ای با بالاترین عواطف، دردمندی و مسئولیت پذیری سیاسی و اجتماعی است و با تبعیت از جمع مجاهدین که این تعهد رو به من واگذار کردند، متعهد می شوم که در قبال این امانت بزرگ که از خون و رنج شهیدان و اسیران و خون جگر هزاران هزار مجاهد بینام و نشان و یاران از خود گذشته این سازمان سرشته شده است، تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون متعهد بمانم و تلاش کنم. متعهد می شوم به نگاهبانی و اشاعه سنن و مواریث آرمانی مجاهدین و اسلام انقلابی و ارزش‌های برخواست از انقلاب درونی، با تأکید بر صدق و یگانگی، نفی بهره کشی، نفی جنسیت گرایی و مبارزه دائمی با ایدئولوژی اول من و کنار گذاشتن هر گونه سودای نام و نشان و کرسی طلبی. متعهد می شوم که تمام توانایی خودم و سازمان مجاهدین را که با صف بی انتهای شهیدان و رزماورانش گنجینه ملی ایرانیان محسوب می شود، برای آزادی ایران و برای سرفرازی مجاهدین در برابر مردم و تاریخ ایران به کار بگیرم. برای ایفای این مسئولیت خطیر از همه خواهران و برادران مجاهدم، هواداران مجاهدین و عموم هموطنان یاری می طلبم و از خدای بزرگ پیروزی و آزادی مردم را مسئلت می کنم. و سلام علی سیدت نساء العالمین. مریم خیلی خیلی تشکر کنم که اومدن به ما در این امر تاریخی کمک کردن و ما سن رو ترک میکنیم و به صحبت‌های خواهر زهرا گوش میدیم. اجازه بدین که پس از ادای سوگن چند جمله اضافه کنم. قبل از هر چیز
از خدا میخواهم که منو شایسته مسئولیتی بکنه که بر عهدم گذاشتین. امیدوارم که صلاحیت و ظرفیت پاسخگویی به این مسئولیت رو در برابر مردم ایران، مجاهدین خلق ایران و راهبران عقیدتیم کسب کنم. من کاندیداهای شایسته‌ای برای احراز این مسئولیت داشتم و معرفی کردم و حقیقتاً پذیرفتن این مسئولیت که با رنج و خون و داغ و درد و البته افتخار و سرفرازی توأم هست برام بسیار بسیار سنگینه. مسئولیت سازمانی که حنیف اون رو بنیان گذاشت و تاریخچه‌اش با فدا و رنج و خون تنیده شده و در شکنجهگاه‌ها و زندان‌ها و رزمگاه‌های گوناگون بن‌بست‌ها رو با فدای بیکران و صداقت راهبران آرمانیش مسعود و مریم رجوی در هم شکسته. مسئولیت سازمانی که مسئول اولی چون خواهر مریم داشته که با حضورش انقلاب بزرگ و پروژه عظیم دگرگونی رو در مجاهدین آغاز کرد. اگر امروز سازمان ما در بالندگی و سرشاری ایدئولوژیک هست، به یمن روزیه که خواهر مریم مسئول اول مجاهدین شد. همچنین میخوام در آغاز 53 سال تأسیس سازمان مجاهدین درود بفرستم بر بنیانگذاران شهید محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان و صف بی انتهای شهیدان راه آزادی که خونشون همچنان میجوشه. درود میفرستم بر زندانیان سیاسی مقاوم، مجاهد و پایدار در سراسر ایران و درود بر مسئولان اول سازمان مجاهدین خلق ایران، فهیمه، شهرزاد، نسرین و تهمینه. همراه با قدردانی ویژه از خواهرانم مژگان، صدیقه، زهره که مجاهدت 14 ساله اونها و دیگر مسئولان مجاهدین در خونین‌ترین و خطرناک‌ترین سالها در اشرف و لیبرتی بی همتا، ماندگار و تاریخیه. نقش ستودنی اونها در دوران پایداری در تاریخچه سازمان مجاهدین ثبت خواهد ماند. خواهران و برادران، افتخارآمیزترین و بالاترین دریافت من همیشه این بوده و هست که عضو سازمان مجاهدینم. به خاطر عضویت در مجاهدین همیشه خودم رو مدیون ملت ایران و رهبریمون میدونم. مجاهد نام زرینی هست که پای وصیت‌نامه‌های ما نوشته میشه و روی سنگ مزار ما حک خواهد شد. نامی که آرمان ما رو منعکس میکنه که یگانگی اجتماعی و جامعه بی طبقه توحیدیه. در شام آخر عیسی ابن مریم علیه السلام حواریون دچار اختلاف شدند که کدام یک بالاترند. عیسی علیه السلام گفت بزرگترین شما باید همچون کوچکترین باشد و گفت بر سر سفره نشستگان بالاتر از خدمت کنندگان با آنها هستند، اما من در زمره خادمان هستم. ما مجاهدین هم افتخار می‌کنیم که در زمره خادمان هستیم، خادمان مردم ایران. و باز
و باز تعهد خود رو تکرار میکنیم که برای ملتمون همه چیز میخوایم، اما برای خودمون از قدرت و ثروت هیچ چیزی نمیخوایم و در شکست و پیروزی هیچ حقی برای خودمون قائل نیستیم الا حق فدا کردن. بنابراین دور باد از مجاهدین سودای نام و نشان و کرسی طلبی، و دور باد از مجاهدین مفتخوری، بی هزینگی، سیاست پیشگی، نان به نرخ روز خوردن و غیر مسئول بودن. راستش تو این چند ساله که در خدمت شما بودم، شما خواهران و برادران عزیز، برای من خیلی مطلوب بود که دور از هر گونه عنوان بتونم بی‌نام و نشان هرچه بیشتر مسئولیت بپذیرم. این انتخاب من بوده و هست، اما بالاجبار شما منو در یک موقعیتی قرار دادین که مسئولیت پذیریم علنی بشه. این البته خلاف تمایلات من هست و ای کاش نمیشد. با این حال یک چیز رو میدونم، این که باید صدها برابر در مسئولیت پذیری و نبرد جانانه قیام کنم و پاسخگو باشم، چرا که ما از خواهر مریم آموختیم که به میزانی که قیمت بدیم میتونیم تغییر بدیم. پس سوگند میخورم که برای شکوفایی یک مناسبات آرمانی تمام توان و تلاشم رو به کار بگیرم. احیا سرشاری، همدلی و جنگندگی، تعهد تک تک ما به مریم رهایی و تلیعه سرسبزی میهنمون ایرانه. آخوندهای حاکم امسال در شعبده بازی انتخابات حرف خودشونو زدن که عبارت است از حاکمیت عاملان قتل عام و ادامه اختناق و آزادی کشی و غارت. حالا نوبت مردم ایرانه، نوبت سرکوب شدگان و ستم زدگان، و حرفشون آزادی است و برابری. پس انتخاب شما قبل از هر چیز یک پیام سیاسی داره، پیامی از جانب ملت ایران و سازمان رزمندش که قطعاً ولایت فقیه رو به زیر می کشیم. مجاهدین اراده کردند که با تکیه بر ملتشون آزادی و حاکمیت مردم رو با قیام و هزار اشرف برقرار کنند. این تعهد ابلاغ رهبر مقاومت به مجاهدین و دستور روزانه هر مجاهد خلقه. پس در تشکیلاتی منسجم، مستحکم و رزمنده با راه و رسم فدا و صداقت برای انجام این تعهد بزرگ سوگند می‌خورم و سوگند می‌خوریم. در این سالها با اتکا به تک تک خواهرانم در شورای مرکزی در مسیر مسئولیت پذیری تونستم گام بردارم. اگر نبود تلاش ها، حمایت ها، یک دلی ها، تن واحد بودن ها و یک رنگی اونها که مثل یک روح در چند جسم کار می کردن، امکان نداشت بتونم قدم از قدم بردارم. امروز هم در دوران سختی که در پیش رو دارم، باز قبل از هر چیز به حمایت و همیاری تک تک شما خواهرانم در اینجا و در هر جای دیگه جهان نیازمندم. تنها
جواب این مسئولیت سنگین حمایت شماست. کنم بر نیاز مبرمی که به کمک و همدلی برادران مجاهدم دارم. شما مردان رها و گوهران بیبدیل، اثبات کنندگان انقلاب خواهر مریم هستید. تعهد پذیری و همگامی شماست که منو قادر به ایفای این مسئولیت میکنه. درود بر همه شما. در آخر وظیفه دارم این موضوع رو به پشتیبانان مجاهدین گزارش کنم که 32 سال پس از انقلاب خواهر مریم، به ویژه در امر رهایی زنان رو در روی آخوندهای مرتجع و زن ستیز، حالا سازمان مجاهدین خلق ایران 18 همردیف مسئول اول شامل 7 مسئول اول پیشین داره و یک و یک شورای مرکزی با 1000 زن قهرمان عنوان کاندیدای آزمایشی که نشونه استحکام و ماندگاری و پیروزمندی است. یادتون هست که خواهر عزیزم زهره اخیانی در سال 90 در اشرف گفت مسئول اول 16 همردیف داره. 2 تن از اونها، زهره قائمی و گیتی، شهید شدن و به عهدشون با خدا و خلق وفا کردن. درود بر اونها و امروز در اینجا حتما که حی و حاضرن. در این فاصله خواهران عزیزم بدری پورتباخ، منیژه کریمی، مینا رضایی و مهناز کرمی به همردیفان مسئول اول افزوده شدند که خواهش میکنم بیاین اینجا. بله بفرمایید. البته منیژه امروز اینجا حضور نداره. زهره، خواهر زهره اخیانی هم که میدونین از قدیم همردیف مسئول اول بودن. بنابراین سازمان ما امروز در مراکز و کشورهای مختلف در مجموع 18 همردیف مسئول اول داره. در
مورد معاونان مسئول اول هم زهره اخیانی در سال 90 در اشرف، مسئولان ستادها و فرماندهان ارشد نیرویی رو به عنوان معاون مسئول اول معرفی کرد. من علاوه بر معاونان قبلی، خواهر مجاهدم نرگس ازدانلو، بفهمید، ربیعه مفیدی و نسرین مسیح رو به عنوان معاونان جدید مسئول اول از شورای مرکزی معرفی میکنم. خواهش میکنم به من بپیوندید. به برادر مسعود و خواهر مریم انتخاب خواهر زهرا به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین رو تبریک میگم و امروز برای مجاهدین روز بسیار غرورآمیز، پر افتخار و روز تاریخی هست که با انسجامشون بعد از هجرت بزرگ به سمبول میتوان و باید و جنگ صد برابر رأی دادن. خواهر زهرا، من از شما یاد گرفتم مسئولیت پذیری و برداشتن تعهدات سنگین توی سازمان ارزشه و اون روی جنگ و بیابیایی هستش که همیشه برادر مسعود میگفتن و خودم هم همیشه تلاش کردم که این مسیر رو بیام و طی کنم. ولی یک حقیقتی رو اینجا باید بهتون بگم و اون حقیقت اینه که من توی شورای مرکزی سازمان خواهرانی هستن که در موضعی که شما به من ابلاغ کردین شایسته ترن، به ویژه خواهرای مجاهدم سیما باقرزاده و اشرف ابریشمچی که من همواره از اونها یاد گرفتم و بهشون نیازمندم و همه خواهرای شورای مرکزی در انجام این مسئولیت و پذیرش این مسئولیت به من شهامت میدن. خواهر مریم، ما از شما انگیزه، روحیه و شجاعت میگیریم و خامنه‌ای و رژیمش باید بدونن که سازمان مجاهدین در 52 سالگرد تأسیس سازمانشون و با انتخاب خواهر زهرا به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین عزممون برای سرنگونی 1000 برابر شده. با تشکر. خواهر زهرا، از شما به خاطر اعتمادی که به من کردیم بسیار سپاسگزارم. هرچند که خواهران بسیار زیادی و لایق‌تر از خودم میدونم، بر همینم برام خیلی سخته که توی نقطه الان ایستادم. ولی ما همیشه از شما یاد گرفتیم که بالاترین افتخار برای هر خواهر و برادر مجاهدی عضویت در سازمان پر افتخار مجاهدینه و من میخوام به شما با تمام وجودم بگم که به این اصل معتقدم و خودم را پایین‌ترین عضو این سازمان میدونم. هر عنوان و مسئولیتی که ما توی سازمان داشته باشیم فقط به مسئولیت پذیری ما در سرنگونی رژیم ضد بشری از مجزم بیشتر و بیشتر میده بلا غیر. همچنین میخواستم بگم که تمام این سالیان فقط با انقلاب خواهر مریم و کمک تک تک خواهران که پشتیبان من و مشوق من تو همه مسئولیت ها بودن تونستم این مسیر رو طی کنم و با پایبندی به سوگندام و از این بابت بسیار از خواهرها آموختم و مدیونشون تا ابد هستم.
به طور خاص میخواستم یاد کنم از خواهر مجاهدم، سمبل نسل ما، ندا حسنی، که با آتیش کشیدن جان خودش توطئه کثیف 17 ژوئن رو به شکست کشوند. درود بر ندا حسنی. خواستم در برابر جمع مجاهدین که به مسئول اولی شما رأی دادن تعهد بدم که شایستگی و لیاقت این مسئولیت رو بتونم پیدا بکنم و در عمل اینو اثبات بکنم و قدر و شأن اونو بدونم. درود بر خواهر مریم جوهر بهار و سلام بر برادر مسعود شیر همیشه بیدار. مطمئنم در دوران جدیدی که در پیش داریم، در تشکیلاتی منسجم و پرقدرت و با شکوفایی نسل جدید، در مسئولیت‌های اساسی جنبش مسیری نو و پرشتاب به سمت آزادی مردم و میهنمون ایران خواهیم گشود. برای دوران جدید و مسئولیت پذیری جدید، سرخی سوگندها و قریب حاضرهامون رو به تک تک خونه ها و مردم اسیرمون و به سلول ها و یاران دربندمون میرسونیم. کاخ ولایت فقیه رو به لرزه در میاریم. میخوام باز تأکید کنم که به یاری شما زنان و مردان روزهای سخت و به یاری تک تک هواداران سازمان و ملت بزرگمون نیازمندم. از همه شما و محبت و اعتمادی که به من کردید سپاسگزارم و بسیار متشکرم. قربان همگی. شهیدان پاکان قسم، رزم‌آوران و دلیران قسم، به مهر فروزنده انقلاب که جاویده بر خلق ایران قسم، به دست پر از مینه کارگر، به پای پر از زخم دهقان قسم، به تازه به آزادی توده ها، به جنگ عشقی که از دیده مادران چکیده به مرگ عزیزان قسم، به چشم زنانی که در مرگ شوی به سر برده تا صبح گریان قسم.